یکی نیست بهش بگه آخه مرتی که یه بیشور، تو رو چه به چک و چک بازی و دلالی و این کارا. اگه میتونی کمکش کن مادر. رفت تو همین کوچه. حدودی هم متوجه نشدی رفت تو کدوم خونه؟ شما که نمیدونی چک چیه، به چه دردی میخوره، برای چی هم مردم چک میگیری؟ من شنیدم کسایی که این بیماری رو دارن نباید باردار بشن. فقط سه تا کبیر مهرتاش تو اینجا سیدنی پیدا کردم. 53 تومن کیسه کی بخشیدی؟ منو خر دیدی خودتو خلیفه؟ آره خر منم خلیفه. صبورا جون مخی رفت آمد یکم احتیاط کن، پدر آرزو ممکنه تعقیبت کنه. وای امروز رفتم کتاب شعرتون رو خریدم، ظرف یه ساعت همه شعراتون رو خوندم. واقعا؟ خب چطور بود؟ مگه نگفتم حق نداری با هیچ گونه ارتباطی داشته باشی؟ اون به من زنگ زد، من پای قولی که به شما دادم هستم. اول از همه خدا رو شاکرم که تونستیم اولین صندوق قرض الحسنه اینجا رو راه اندازی کنیم. بچه‌مو منو بده، بچه‌م زنده است یا نه؟ متاسفم. نمیدونم چی میتونم بگم که کمی حالتو بهتر کنم. ای بابا چقدر زنگ میزنی تو محمد؟ دو تا کار به سپردم ها. اون بیدرسوتایی پتروشیمی رو فقط بفرست، اهدیه قارتاقم ولش کن، تا تصفیه نکنه یه جفت جورابم بهش نمیدم. تو هم اینقدر زنگ نزن. خیلی خوب، برای احتیاط یه تست آمینوشور انجام میدیم. چی هست؟ با این تست معلوم میشه که کیسه آب صدمه دیده یا نه. لطفاً اینا رو از داروخانه بگیر بر من بیار. بفرمایید. بریم میره. بله خاله. آروم شو. حواست جمع. دیدی خاله. برو بش. آروم. آروم باش. سلام امی جان. سلام عزیزم، خسته نباشی. تو هم خسته نباشی، ممنون. آن جونم خبر نداری آرزو کجاست؟ هرچی زنگ میزنم خونه جواب نمیده. داره میاد اینجا. چطور مگه کارش داشتی؟ هیچی، میخواستم حالشو بپرسم یه گپی باش بزنم. این معاینات هفتگیشو بهتر نیست توی خونه انجام بدی؟ رفت آمده واسش بد نیست؟ اتفاقا خیلی هم خوبه. باید پیاده روی رو هم تو برنامهش بذاریم.
الانم داره میاد اینجا که آزمایش بده. بفرمایید. امید جان میشه من بعدم بهت زنگ بزنم؟ مریض دارم. آره به کارت برس، نیازی هم نیست زنگ بزنی. فعلا خداحافظ. ممنون، خداحافظ. خداحافظ. علیکم سلام جناب آقای رحیمی. چه عجب تشریف آوردین. در خدمتم. قبل از هر چیز واقعا ممنونم که اومدین. ببین خانم دکتر، اگه قراره حرفای تکراری بزنیم به جایی نمیرسیم. حرف تازه ای اگر هست در خدمتم. تنها حرف تازه و آخرین حرفی که میشه زد اینه که اگه شما کوتاه نیاین من مجبورم از طریق مراجع قضایی وارد بشم. چه خوب، منم دقیقاً میخوام همین کارو بکنم. تا الانم مردونگی کردم که ازتون شکایت نکردم. اون وقت به چه جرمی؟ به جرم به خطر انداختن جون بیمارتون، به جرم بیکفایتی در انجام وظایفتون. خیلی خوشحال میشم این کارو بکنین. لااقل اون زن بیچاره از مرگ حتمی نجات پیدا میکنه. شما از اولم میدونستی خانم من مشکل داره، هیچی نگفتین تا حسابی منو سرکیسه کنین. آقای رحیمی، برای فرار از واقعیت راه خوبی انتخاب نکردین. چرا از همون اول به من نگفتین زنم نمیتونه بچه دار شه؟ زن شما بچه دار شده، خیلی ساده تر و راحت تر از دیگرانم بچه دار شده. چه فایده؟ باید سختش کنه. این ربطی به مشکل نازاییش نداره، رحمش عفونی شده. چرا عفونی شده؟ چرا باید عفونی بشه؟ خب شما باید مشکلش رو حل کنیم، باید درمونش کنیم. ما هم میخواییم درمانش کنیم، اما تو پروسه درمان به خاطر داروهای قوی که مصرف میشه ممکنه جون بچه به خطر بیفته، حتی ممکنه بمیره. برای همین قبل از هر کاری باید بچه سقط بشه. من اجازه نمیدم. شما اگه خیلی نگران فریبا خانم هستین، خب یه کاری کنین زنده بمونه. نمیشه، این تنها راه ممکنه. بعدش چی؟ دوباره میتونه بچه دارشه؟ نمیدونم، من قبلا بهتون توضیح دادم. اگه فردا بچه‌تون ازتون بپرسه که مادرم برای چی مرد، چه جوابی دارین بهش بدین؟ طاقت اینو دارین همین پسری که امروز به خاطر داشتنش دارین جون مادرشو فدا میکنین فردا ازتون متنفر باشه و چشم دیدنتون رو نداشته باشه؟ من برای چی با تو ازدواج کردم؟ ها؟ چرا لال شدی؟ جواب منو بده. خب من حرفشو قبول نکردم. قبول نکردی؟ چیو قبول نکردی؟ حرف دکتر رو قبول نکردم، منظورم اینه. چرا؟ چرا با من این کارو کردی فریبا؟ چرا منو بازی دادی؟ حق من این بود. آره؟ نه، نبود. به خدا حق تو این نبود. ولی من این بچه رو بهت میدم. اگه تو همینو نمیخوای بهت میدمش. دیگه هیچی واسم مهم نیست. من که اصلا واسه چی بعد از مردم بترسم؟ چی از دست میدم؟ نخواستم، نخواستم. برو بندازش. ولی با قاتل کردن من نمیتونی بار گناهتو سبکتر کنی. Your name and phone number after the beep. We will return your call. Hello? Hello?
عزیزم سلام، کجایی؟ دستت بنده. خب پس من دارم میام خونه، یه 5-6 دقیقه دیگه میرسم. میخواستم ببینم اگه چیزی لازم داری سر را بگیرم. الو. خب الو فوقش چیزی خاصی زنگ میزنیم بیارم دیگه. قربانت، من دارم میام. سلام مامان، خوبی؟ کجایی؟ اومدی خونه حتما به من یه زنگ بزن. قربونت برم. سلام آرزو جونم، کجایی دختر؟ چند روزی ازت خبر ندارم، وقت کردی یه زنگ به هم بزن. آرزو، هر وقت آزاد شدی یه زنگ به من بزن. مواظب نینیمون باشی ها. خدافظ. الو، الو عزیزم سلام، کجایی؟ دستت بنده. خب پس من دارم میام خونه، یه 5-6 دقیقه دیگه میرسم. میخواستم ببینم اگه چیزی لازم داری سر را بگیرم. الو. خب الو فوقش چیزی خاصی زنگ میزنیم بیارم دیگه. قربانت، من دارم میام. به به، تو خانم خوشگلی اومده. مشتاق دیدار. سلام. 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 خدا شما خوبی. سلام. سلام مامان. چطوری؟ عزیزم. خوبی. سلام. قربون شما خوبی. بچه‌ها ببخشید من یه مریض دارم، باید برم. باشه. یه دقیقه اینجا بشینیم میام خدمت. باشه باشه. قربون شما، بفرمایید بفرمایید. ببخشید. امیرا من فکر میکنم احتیاطی باید چند روز بستریش کنیم. یا خدا، چی شده خانم دکتر؟ کیسه آبش پاره شده؟ جای نگرانی نیست، فقط باید چند روز تحت مراقبت باشه. من برمیگردم الان. چی شده خاله؟ بشین تو خدا خاله، بشین. هی بگو چیزی نمیشه، هی بگو تا روز سایمون همه کارامو خودم میکردم. بفرمایید نتیجه لجبازی ها. خب مگه چی شده؟ میخواستی چی بشه؟ کیسه آبت پاره شده. آقا بیژنه، شما جواب بدی. سلام آقا بیژن. سلام آقل خانم، خوبید؟ آرزو با شماست؟ بله، کلینیک خانم دکتر هستیم. شما منزلی؟ بله، من اومدم خونه. شما کی رفتین؟ 10 دقیقه پیش. آه، لطفی میکنید گوشی رو بدید به آرزو؟ بله، با شما میخواد صحبت کنه. بذارید رو بلندگو صحبت میکنم. سلام بیژن جان. آرزو جان سلام، خوبی؟ خوبم، تو چطوری؟ پیغام گذاشتم برات، پس چرا زنگ نزدی؟ نه، کدوم پیغام؟ رو تلفن خونه برات پیغام گذاشتم دیگه عزیزم. گوش دادی که؟ پیغام تو؟ نه، من پیغامی گوش نکردم. چرا آقا هشدارش خاموشه عزیزم. گوش دادی پیغام منو؟ حتما ماگل خانم گوش کرده ها؟ نه ماه گلم گوش نداده. کی مگه پیغام گذاشتی؟ همین 10 دقیقه یه رو پیش. عجیبه، حالا لابد یه طوری شده دیگه. حالا چی کار داشتی؟ خب چیکار کنم حالا، من اومدم خونه، بیام دنبالت؟ نه دیگه، ما با ماه گل جون برمیگردیم. تو خسته ای، استراحت کن. باشه، پس من یه چورتی میزنم، یه تلفنمو سایلنت میکنم، اگه کار داشتی زنگ بزن خونه. باشه باشه، خدافظ. مراقب خودت باش، خدافظ.
من فکر میکردم فاصله خونتون تا کلینیک خیلی زیاد باشه، ولی خیلی نزدیک بود. خونه قبلیمون خیلی دور بود. بعد 7-8 ماه پیش که بابام کار ساخت این خونه رو تموم کرد، یکی از واحداشو داد به ما که به کلینیک مامان نزدیک باشه. آخه تو دوران درمان خیلی رفت آمد داشتم به کلینیک. مگه این خونه رو باباتون ساخته؟ بله، بابام کنار کار خودش کار ساخت و سازم میکنه، البته یه شریک داره. ولی خب هنوز واحد بالاییمون فروش نرفته، از بس که اوضاع مسکن کساده. بله کساده. آب میخوری عزیزم؟ نه ممنون. الو، سلام مامان، خوبید؟ بله بله خواب بودم. نه نه بابا خونه نیست، خاموشه. یکی دو ساعت دیگه. باشه، سلامت باشید. خدا خدا حافظ.
اکبری جانم پرونده این نوزاد رو بفرستید بخش. چشم. قدمش مبارک باشه. امیرا جان خاله تو رو خدا بشین اینقدر نشست و برخواست نکن. باشه چی شد جان؟ جواب آزمایش تو گرفتم. بشین بشین الان میام. وضعیتش چطور خانم دکتر؟ مشتی داره؟ داره اما اصلا جای نگرانی نیست چون بسیار جزئیه. سریع ببرش تو بخش بسریش کن. خطرناک خانم دکتر. اگه تحت نظر باشه و توی استراحت مطلق اصلا خطرناک نیست. حتما باید همینجا باشه. نمیشه خونه استراحت مطلق باشه. دو سه روز بیشتر نیست. خرج زیادی برات نداره. نگران نباش. الان برو یه ویلچر بیار چون این نباید زیاد راه بره ها. مواظب باش. خانم دکتر. برو عزیزم. حالا بشین الان. خانم اکبری. بیمار بسری میشه. بله. معذرت میخوام عزیزم. خیلی معذرت کردم. میگم ماشاءالله چقدر امروز سرت شلوغه. آره. خانم دکتر دستم به دومنتون. یه کاری بکنیم من میشه این دختر شرمنده نشه. چشم من هر کاری از دستم بر بیاد برات میکنم. فقط الان خیلی خیلی آروم اونجا بشین. خیلی آروم رفته برات ویلچر بیاره. شما نباید برچه بروچه کنیم. سلام خانم دکتر. سلام فریبا. میدونستم بالاخره رضایت میده. دیروز که قبول کرد بیاد دیدنم اینو فهمیدم. امروز باید کارو تموم کنیم. فقط چند دقیقه لطفا بشین تا من کارو ردیف کنم. خیلی ممنونم. باشه چشم. مواظب باش. خیلی ممنون. ببخشید عزیزم ببخشید. تو امروز خیلی خسته شدی. نه خسته نیستم میدونی همش نگران بودم. خیلی طول کشید. نه خب من که نشسته بودم کار نداشتم. ببخشید ببخشید. خیلی خوب یه تست غربالگری میخوای و یه چند تا مکمل. اوضاع چطوره مامان؟ عالیه خدا رو شکر همه چی خوبه. چیه؟ هیچ. میگم اونقدی که من عاشق شمام این تو راهی هم عاشق من میشه. خیلی لذت بخشه یکی انقدر آدمو دوست داشته باشه. تعجب. یکی از اون خودشیرینیایی که واسه بابات میکنی خلاصه نصیب مام شد. من که عاشقتم. قربونت برم. عزیز دلم. یه روزی میرسه که این تو راهی میشه همه زندگیت. میشه همه دار و ندارت. میشه همه هست و نیستت. دیگه اون وقت برات مهم نیست که اون چقدر دوست داره. چون هر چقدر هم دوست داشته باشه به گرد پای عشق تو نمیرسه. همینه که خیلی لذت بخشه. خیلی دوست دارم مامان. عزیز دلمی. ببخشید من میبینی ماه گل خانوم این دختر ما هر از گاهی کمبود محبت پیدا میکنه و خودشو بر من لوس میکنه. ببخشید بیرون منتظر میمونه. کاری داشتی ماه گل جو؟ نه نه راحت باشین.
مکملا رو یادت نره عزیزم. مکملا مهمه. صبح دیگه. یه دونش صبح، یه دونش عصر. حتما باید رعایت بکنی. باشه. ببخشید خیلی معطلتون گذاشتم. ببخشید نه. این شما و این دختر لوس من. خیلی ازش مواظبت کنین. مثل دختر خودم بهش میرسم. شما لطف میکنین. مامان دست درد نکنه. خسته نباشید. خدا عزیزم. پیاده روی یادت نره. باشه. بریم. خدافظ. خدافظ. فریبا جان آماده ای؟ میگم خانم من برام کاری پیش اومده باید برم. البته اگه اشکالی نداره. نه چه اشکالی داره؟ من خودم آژانس میگیرم میرم. تا الانم کلی معطلتون کردم ببخش. آژانس بی آژانس زنگ میزنم آقا بیژن الان میاد. نه نه نمیخواد، تا خونه که راهی نیست. مامانم هم که گفت پیاده روی برام خوبه، خودم میرم. الان پیاده روی نه، به وقتش. الان آقا بیژن میاد، خودم میگیرمش. چقدر بامزه، ماشالله عزیزم. چند وقتشه؟ یه ماهشم. آخه پاپیونشو، وای خدا، ماشالله. انشالله خدا بهتون ببخشه. شکل مامانشه ها. بله سلام آقای خانم. بله باش باش، خداحافظ. سلام پدر. سلام بابا. خوبید؟ بابا دوشم به خیلی جا رفتم آقا جون، ولی اوضاع خیلی خرابه. میدونم بابا جون، میدونم. لازم نیست اینقدر غصه بخوری. خدا رو شکر به اندازه کافی هست که با هم دیگه بخوری. شما که همیشه من لطف دارید، ولی بیشتر از این بیکاریه موش و گربه بازی با آرزو اذیتم میکنه. هر روز میرم مسافرکشی، یه جوری خودم رو سرگرم میکنم تا آرزو فکر کنه سر کارم. طلب تو از شرکت گرفتی؟ بله. البته مجبور شدم یه بخشیشو بابت جهیزیه خواهرم خرج کنم. اون 10 تومن شما رو گذاشتم کنار، همین امروز واریز میکنم. لازم نکرده. به خاطر این نپرسیدم که.
حالا به اندازه کافی وقت برای حساب کتاب هست. در مورد خواهرت هم کار خوبی کردی. در ضمن من یه چند جایی برات سپردم. امیدوارم همین روزا یه کار خوب واسات پیدا بشه. دیگه توکل به خدا، اگه اجازه بدید من برم آرزو منتظرم. برو به سلامت. آقا جون هر وقت کاری تو ساختمون دارید بگید من انجام بدم دیگه، فعلا که بیکارم. باشه حتما. امروز هم اومدم یه نگاهی به اون واحد خالیه بکنم. بلکه با کابینت ساز هماهنگ کنم بیاد اندازه‌هاش بزنه و کابینتش هم نصب کنه. باش. با اجازت. برو به سلامت. خداحافظ. خداحافظ. بله. الو سلام. سلام. زنگ زدم ازتون تشکر کنم. از شما بعید آقای دکتر. کارتون خیلی خام و ناعقلانه بود. شما الان کجایین؟ من باید ببینمتون. باشه برای بعد. الان وقتش نیست. من باید با شما حرف بزنم. خواهش میکنم. گفتم که باشه برای بعد. الان وقتش نیست. قرار نیست شما برای من وقت تعیین بکنید. من باید با شما حرف بزنم. همین امشب، همین الان. بهتره برای کمکی که امروز بهتون کردم پشیمونم نکنید. من اگه جای شما بودم لحنمو عوض میکردم. من عذر میخوام، ولی لازمه که من و شما حرفای زیادی برای زدن داریم، ولی به وقتش، نه الان. پس لطفاً نه دیگه کار بچگانهی بکنید، نه دیگه به من زنگ بزنید. خدا نگهدار. سلام. سلام. چطوری؟ خوبی؟ همه چی ردیفه؟ آره خدا رو شکر. مامان چطور؟ خیلی بهت سلام رسوند. سلامت باشی. چرا نگفتی خودم بیارم تو؟ الان هم اگه اصرار ماهگل نبود نمیگفتم تو بیای. بعدش هم اون موقع تو سر کار بودی دیگه. خب اونو که 200 مرخصی میگرفتم اتفاقی نمیافتاد که. شام بریم بیرون؟ بابا ماهگل بیچاره یه کلمه غذا درست کرده. ولش کن، حواس باقالی پلو با ما اینجه کردم. لطفاً همین کوچه است آقا. همینجا نگه دارین. نمیخواییم پیاده شین؟ نه ببخشین، میشه دور بزنین؟ کجا تشریف میبریم؟ برین بهتون میگم آقا.
به سمت معرفی جلیه ترکترسازی حرکت میکنند. روی خواه عبدالله بزن دیگه بابا. دوباره روی خواه من خالیه بدون اون بر دیگه. شجاع خلیلزاده واسه خوبه این بازیکن به سمت چپ ارسال تو به بعد از سیر دو موقعیت برای پرسپولیس داخل محاوطه جریمه داره ایجاد میشه. یک ارسال بلند روی تیر دو و توپی که به بیرون میره. سلام زنم شده به نفع پرسپولیس. بله خونه کجا این چرا اینقدر دیر کردی؟ یعنی شب نمیان؟ بله شام داریم سوارا درست کردیم. باش چشم خداحافظ. زن همون رو گفت شب نمیان میره خونه آیناست. نگفت چرا؟ نه چیزی نگفت. شامو گرم کنم همون؟ نمیخورم. ممنون آقا. بفرمایید. سلام مامان جان. سلام. بفرمایی. خب مامان نگفتی چطور انقدر بیخبر و سرزده؟ همینجوری امشب حواس کردم بیام اینجا. بد کاری کردم؟ نه کار خوبی کردی. نوید هنوز نیومده؟ نه اکثر شبا دیر میاد خونه. میگه کارم زیاده مجبورم شرکت بمونم. شما هم انگار این روزا خیلی به کارخونه سر نمیزنی. آره خیلی دل و دماغ ندارم. چرا؟ مامان چند وقت میخوام یه سوالی ازت بپرسم. بین شما و بابا اتفاقی افتاده؟ یعنی منظورم اینه که انگار بینتون فاصله افتاده. دیگه مثل سابق نیستی. قرار نبود اینجوری بشه. همش تقصیر من. بچه تو من کشتم. من در حق تو جنایت کردم مادر. اون موقع سلام این بود. سلام همه اون بود. از آن دنیا از آن من ازت گرفتم. مامان چایت سرد شد. قشنگ چند دقیقه اینجا نبودی. اگه میدونستم جواب سوالم انقدر سخته اصلا ازت نمیپرسیدم. میدونم از نصیحت خوشت نمیاد ولی میخوام دو تا نصیحت بهت بکنم. بفرمایید. اول از همه تو رابطه هیچ زن و شوهری کنجکاوی نکن. حتی اگه پدر مادرت باشن. یکم سخته ولی چشم. دومیش؟ نصیحت اولمو هیچ وقت فراموش نکن. آها. آقا تشریف آوردم. به 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 به. سلام مادر جون. چه عجب از این برا. سلام جونم. سلام آینس جون. سلام. نگفتی مادر جون اینجا؟ گوشی تو جواب داده بودی میگفتم. ببخشی تو جلسه بودم. و اسمس میدادی به؟ تو الان شرکت بودی؟ نه رفته بودم چیز این دفتر پخش. یه مدت که با حال خودشون ول میکنی جفتک میندازن. سفارش های شهرستان دیر میرسید. منم رفتم یه گوشمالی درست حسابی بهشون دادم. دیدم بامزه است. خریدم و بردمش. من لباس عوض کنم میام خدمت. با اجازه. میبینی؟
یه اتاق شده پر از عروسک و اسباب بازی بچه. دیوونم کرده. وقتی شوهرت اینقدر اشتیاق نشون میده چرا مقاومت میکنی؟ حوصله داری یا مامان؟ من خودم تو کار خودم موندم. بچه بیارم که چی بشه؟ اونم تو این دنیا که هزار یک جور گرفتاری و بدبختی داره. دنیا هیچ وقت بدون گرفتاری و بدبختی نبوده. هیچ وقت. اگه همه میخواستن اینجوری به دنیا نگاه کنن، نسل بشر از روی زمین برچیده شده. خب کاش برچیده شده بود. الان که شدن 7 میلیارد چه گلی به سر دنیا زدن؟ اینقدر بدبین نباش. الان اگه من تو رو نداشتم، کجا میرفتم که یه ذره دلم باز شه؟ پیش کی میرفتم که اینقدر از بودن باهاش لذت ببرم ها؟ همون قدم نگرانمی، همون قدم قصمو میخوری. همینشم شیرین عزیزم. دلو میزنه. نخوردی که؟ میل ندارم. پس سعی کنی این قضیه رو یه جوری با شوهرت حل کنی که بعدن مشکل ساز نشه. همین الانشم شده. چایتون رو بخورین. من میرم شام آماده کنم. حس میکنم این خانم خیلی به درد این کار نمیخوره. براش کارگری نمیکنه که، براش مادری میکنه. الو سلام، چه خبر؟ خونه رو پیدا کردم. حدود 30 میلیارد تومان. فقط داداش من این سوال دیگه دارم قربونت برم. اگه آفرین خانم مثل زنداداش که به تو اوکی داد بیاد به ما اوکی بده، الان همه چی تمومه دیگه. ما اون موقع به هم میخوریم، درسته؟ ما این وامو ظرف چند روز بدون وثیقه و طبق قوانین حمایت از تولید کنندگان میخوایم. فردا میرم پلو خانومتون، میگم من یه زن ثروتمندم که مستخدم خونه دخترتون شدم. منو تهدید نکن زنی که. راستی آقای دکتر، نمیخواستیم بدونیم از طرف کی اومدم؟ نخیر،